دیدارهای دو جانبه بود که یکی از اونها گروه 5 به علاوه 1 و ایران بودن، اگه اینو بشه میگیم دیدار دو جانبه. و مسئله دیگه که امروز در سازمان ملل اتفاق افتاد رخ داد، سخنرانی رئیس جمهوری ایران بودش که در این رابطه ما الان همراه ما خانم سحر نوروزاده، عضو تیم سیاستگزاری وزیر امور خارجه آمریکا با ما هستند که در رابطه با سخنرانی آقای روحانی و دیگر مسائل اصولا در رابطه با ایران صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون سحر از اینکه با ما هستی اینجا. هم آقای روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در سخنرانی خودشون در مجمع عمومی گفتن که واشنگتن در انجام تعهدات خودش نسبت به برجام تعلل انجام میده. آیا وزارت خارجه از این نگرانی های ایران آگاه هست و آیا دولت آمریکا اصولا الان برنامه‌ای در دست داره که بخواد این نگرانی ها رو برطرف بکنه؟ بعد من جزو امروز هیئت آمریکا بودم که در سالن بودم و از نزدیک سخنرانی آقای روحانی رو گوش کردم. باید تاکید کنم بر این که خب آمریکا همه تعهداتش رو بر اساس برجام انجام داده است، ولی خب داریم تلاشامون رو با همکاری کل 5 علاوه بر 1 و در ضمن ایران ادامه میدیم. به تیم هایی داریم از وزارت خارجه، وزارت خزانه داری که مداوم در تماس با بانک های بین المللی و شرکت تای ملومللی هستن برای اینی که روشن کنن که لغو تحریم ها یعنی چی و چه درهای تجاری باز شده با ایران و ما جلوگیری نمی کنیم از تجارت مجاز با ایران. اشاره کردی به وزارت خزانه داری. دیروز بعد از ظهر وزارت خزانه داری در واقع مجوز صدور هواپیماهای بوئینگ و ایرباس رو صادر کرد. اعلام این خبر همزمان شده با حضور رئیس جمهوری ایران در آمریکا در این مجمع عمومی. آیا این کاری بود که از قبل برنامه ریزی شده بود؟ هدفمند بود اعلام این خبر با این مسئله؟ نه، از قبل برنامه ریزی نشده بود. واقعا خب یه مقدار طول کشید تا مسائل فنی رو حل بکنیم و خب خوشحال بودیم که تو این چند روز اخیر این مجوزها صادر شد. این یکی از تعهدات آمریکاست بر اساس برجام و یه اتفاق تاریخی است، چون یه تابوی دیگه شکسته شده در واقع، چون یه چند دهه هست الان که شرکت‌های مانند ایرباس و یا بوئینگ همچین فروشی به ایران نداشتن و خب می‌دونیم که یه مقدار شاید طول بکشه تا این معاملات به پایان برسه، ولی امیدواریم که دولت ایران از این فرصت استفاده بکنه و با استفاده درست از این هواپیماهای مسافربری بهبود نشون بده به زندگی روزمره مردم ایران و باعث بشه که مردم ایران یه استفاده خوبی بکنن از این هواپیماهای جدید در آینده. یک جلسه دیگه ای که امروز در سازمان ملل برگزار شد دیدار گروه 5 به علاوه 1 با ایران بود که ایران میخواست در رابطه با تبادلات مالی با بانک های بین المللی از گروه در واقع راهچاره میخواستش که این کار انجام بشه، چون ظاهرا بعضی بانک ها خودداری میکنن. آیا نتیجه داد این جلسه در رابطه با این نگرانی ایران؟ خب امروز یه جلسه کمیسیون مشترک بود در سطح وزرا و آقای وزیر خارجه کری و در ضمن آقای وزیر انرژی ارنست مونیس شرکت کردند در این جلسه و خب این جلسه برای مرور کردن اجرایی شدن برجام بود و خب یه مروری کردن از اجرای برجام و آقای وزیر خارجه کری تاکید کردند که آمریکا همه تعهداتش رو انجام داده و ادامه به انجام میده در آینده و خب همچین جلسات یه فرصتیه که 5 علاوه بر 1 و ایران بتونن این مرورا رو با هم بکنن برای اینی که ببینن میتونن با هم دیگه همکاری بکنن برای اجرایی برجام در طولانی مدت. با تشکر از شما، خیلی ممنون، مرسی. خانم سحر نوروزاده بودند، عضو تیم سیاستگزاری وزیر امور خارجه آمریکا.